25 خرداد سالگرد شهادت مجاهد کبیر رضا رضایی توسط دشخیمان دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی. 25 خرداد 1392 شهادت مجاهدان اشرفی، کلثوم صراحتی و محمد جواد نقاشان در حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی. 아메리카 سند جرم رژیم در حمله به کشتی ها را برملا کرد. یک کلان ضربه دیگر به دروغ پردازی و شارلاتان بازی ظریف و رژیم آخوندی در حاشا کردن اقدام مجرمانه و تروریستی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام فیلم‌های قایق‌های سپاه پاسداران برای منتقل کردن مین‌ها و پاک کردن آثار جرم و شواهد حمله به کشتی‌ها در دریای عمان را منتشر کرد و وزارت خارجه آمریکا آن را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل گذاشت. بیانیه سنتکام. ناو جنگی USS بینبریج آمریکا پس از دریافت تماس‌های تلفنی و درخواست کمک از سوی دو کشتی تجاری در خلیج عمان به کمک آنها رفت و 21 خدمه را منتقل کرد. گزارش CNN از سند پنتاگون در مورد حمله رژیم ایران به نفتکش‌ها. این یک قایق کوچک است که به یکی از این نفتکش‌های بزرگ که دیروز مورد حمله قرار گرفت نزدیک می‌شود. می‌توانید ببینید که درست به کنار آن آمده است. بسیار نزدیک آن آمده. و در نقطه‌ای می‌توانید فردی را ببینید که در قایق کوچک چیزی را از بدنه کشتی مورد حمله جدا می‌کند. شما این را به وضوح می‌توانید ببینید. آنها آن را خارج می‌کنند و به قایق کوچک می‌برند. آنها یک مین منفجر نشده را از بدنه یکی از این کشتی ها جدا می کنند و در حال منتقل کردن یک مین از بدنه یکی از این کشتی های مورد اصابت قرار گرفته هستند. این کار محکوم خواهد شد. اگر داستان این باشد که این ایران بوده که به این کشتی ها حمله کرده و بعد برای پاک کردن مدرک اقدام خرابکاری خود علیه این کشتی های تجاری بازگشت. رئیس جمهور آمریکا: رژیم ایران مسئول حملات امروز در خلیج عمان است. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز: ویدئوی منتشر شده نشان می‌دهد که رژیم ایران عامل حملات در دریای عمان است. این رژیم قادر نیست تنگه هرمز را ببندد. وزیر خارجه آمریکا: جمهوری اسلامی مسئول حملاتی است که در خلیج عمان اتفاق افتاده است. The assessment of the United States government that the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. ترامپ بعد از ملاقات شینزو آبه با خامنه‌ای: من شخصا احساس می‌کنم خیلی زود است که حتی به یک توافق با رژیم ایران فکر کنیم. پومپئو: دولت ولی فقیه به ژاپن توهین کرد. The Supreme Leader's government then insulted Japan by attacking a Japanese oil tanker just outside of Iranian waters, threatening the lives of the entire crew, creating a maritime emergency. Rudy Giuliani: رژیم ایران میگوید در حمله به کشتی ها فقط در 10 مایلی ساحلش حمله نکرده،
در حملات طراحی شده در سال 2018 در آلبانی و پاریس هم می گفت شرکت نداشته. زمان آن است که اروپا دادن پول نقد به آنها برای حمایت از تروریسم را متوقف کنند. توییتر و کلان ضربه دیگر به دستگاه دروغ بافی و لجن پراکنی رژیم. 4779 حساب دیگر رژیم در توییتر بسته شد. تعداد حساب‌های بسته شده رژیم در 15 روز گذشته در توییتر به 7579 فقره رسید. دو روز قبل رادیو و تلویزیون، خبرگزاری‌ها و انبوه سایت‌های سپاه و اطلاعات آخوندها و مسئولان و پشتیبانان دور و نزدیک از قبیل اینترسپت و شرکا در آمریکا با دروغ پردازی و حماقت مجاهدین را در رابطه با یک حساب تعلیق شده زیر ضرب برده بودند. اجلاس شورای امنیت ملل متحد درباره حمله رژیم به کشتی‌ها. رئیس شورای امنیت سفیر کویت گفت اعضای شورا این حمله را محکوم کردند و خواهان تحقیقات کامل و بی‌طرفانه در این خصوص هستند. نماینده آمریکا در شورای امنیت: رژیم ایران تهدیدی فوق‌العاده برای صلح و امنیت منطقه است و در فعالیت‌های متعدد خرابکارانه در منطقه دست داشته است. وزیر خارجه انگلستان: رژیم ایران مسئول حمله به کشتی‌ها در دریای عمان است. دومین حمله شبه نظامیان رژیم آخوندی در یمن با پهپاد به فرودگاه ابها و یک نقطه دیگر در عربستان. محمود عباس رئیس دولت فلسطین، سعد حریری نخست وزیر لبنان، دبیرکل کنفرانس اسلامی، دولت‌های آمریکا، مصر، پاکستان، امارات، کویت، اردن و بحرین حملات رژیم را به فرودگاه ابها در عربستان محکوم کردند. وال استریت ژورنال: سیاست خارجی این رژیم توسط قاسم سلیمانی اجرا می‌شود، ولی قبل از آن ظریف را جلو می‌فرستند. انفجار کشتی‌ها در دریای عمان، گدایی باقی مانده برجام در قرقیزستان. خامنه‌ای بعد از روانه کردن شینزو آبه، روحانی را به بازار شانگهای فرستاد. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ظرفیت‌های برجام از اعضای باقی مانده در این توافق می‌خواهد هرچه سریع‌تر به تعهدات خود در بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی این توافق عمل نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همه تسهیلات لازم را برای فعالیت‌های اقتصادی شهروندان، شرکت‌ها و دولت‌های عضو این سازمان در ایران فراهم آورد. شلیک مستقیم ماموران جنایتکار خامنه‌ای به کولبران زحمتکش کرد در منطقه مرزی بانه، جان باختن یک کولبر و زخمی شدن دو کولبر دیگر.